خب الان ساعت 50 دقیقه بامداده و متوجه شدیم که اون تیتری که من نوشته بودم که آقای رائفی پور، الکبر رائفی پور بازداشت شده است، این گزاره غلطیه. ایشون ممنوع الخروج شده دوستان، دستگیری یا بازداشت نشده است. همینطور که در حواشی این تصویر رو میتونید ببینید، در تلگرام ایشون اعلام کردن که با همگی برخورد خواهد شد در همه رسانه ها. لذا من با خودم گفتم خیلی خوب شد که اون داشتم و نگفتم، چرا که آقای رائفی پور اینا مؤسسه هستن، زورشون زیاده، وکیل دارن و میتونن اقامه دعوا بکنن در دادگاه های خیلی چیزی که هستش در حوزه رسانه. فکر میکنم میتونن شکایت بکنن، بگن که یک فردی تئوری غلط در برده بند. خب پس من تئوریمو فعلا نمیگم، اما سخنگوی قوه قضاییه. آها بگم چی شد که این خبر در اومد. راستش بخوام من توی همون ویدیو قبلی گذاشتم، خبر آنلاین اول منتشر کرد. خبر آنلاین میدونید اصلاح طلبه، خب دیگه همه پوشیدین، با کسی پوشیده نیست. بعد انصاف نیوز گذاشته، انصاف نیوز بعد تیترش رو تغییر داده به اینکه شایعه بازداشت رائفی پور. خبر آنلاین علامت سوالش کردم، اول که من دیدم علامت سوال نداشت، بعد شد علامت سوال، منم علامت تعجب دید گذاشته بودم. حالا من کجا فهمیدم که این رسمیت داره؟ اینکه دیدم آقای کنعانی مقدم، سخنگوی وزارت خارجه، موضع گرفته است. خب حالا وقتی که سخنگوی وزارت خارجه موضع گرفته، لابد چیزی بوده. بعد سخنگوی وزارت خارجه نگفته چه شخصی، گفته یکی از حجاج. بعد از اون طرف چون توییتر رسمی مؤسسه مساف اعلام کرده بود این موضوع رو، ما موجه دونستیم که، یعنی من شخصا موجه دونستم که پس به نظر میاد که این موضوع حقیقت باشه. بعد تلگرام این مؤسسه مساف مراجعه کردم که الان ببینید، حالا در ویدیوهای بعدی میام نشون میدم همه رو، شاید کامنت های اینستاگرامشون هم برم اینجا نشون بدم در لایف در کامپیوتر اگه بشه. اعلام کردن که بله ایشون در کنسولگری الان هستن و اوکی، فقط ممنوع خروج شدن، ممانعت شده از ورود، از خروجشون موقع خروج از فرودگاه جده. پس اون قضیه ویدیویی که میگن منتشر شده، وایرال شده بوده در شبکه‌های اجتماعی عربستان که مربوط خاشقچی و ایناست و رونالدوه، میتونه فرضیه غلطی باشه یا نباشه که این موضوع باعث شده. و میتونه کانال تلگرام مساف گفته که ایشون کار خلافی انجام نداده در اونجا، به صورت قانونی هم وارد خاک عربستان، کشور عربستان سعودی شده، پس مشکل نداشته از نظر قانونی. پس حالا چرا این اتفاق افتاده؟ ما یه چند ساعت صبر میکنیم قبل اینکه من برنامه اصلی رو درست بکنم، ببینیم که موضوع چی میشه، قضیه چی پیش میاد، اطلاعات جدیدم کسب بکنم. هر کس هر اطلاعاتی کسب کرده یا نظر داره در کامنت ها میتونه بنویسه، چه در آپارات چه در یوتیوب یا هر جا که دارید میبینید، تا من اطلاعات بیشتری کسب بکنم و به این موضوع بپردازیم. راستش بخواید من میخواستم در مورد مسئله، یه مسئله مهمی که در تجمعات مربوط به جانبازان و متحسنین مربوط به حجاب درست بکنم، ولی چون آقای رائفی پور خیلی سلبریتی تره، صداش در رسانه بیشتره، به این موضوع حالا فعلا میپردازیم. خب فعلا همین، خدافظ.